خب ابیات این است که بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند، الی آخر. ببینید این ابیات خب تفسیرهای روشنی داشته است. اولا اینکه شرح فراق رو می گوید، نیی که از نیستان بریده شده است و در حسرت و در آرزوی وصال مجدد است که به نیستان برگردد و دوباره زندگی پیشین خود رو، زندگی شیرین پیشین خود رو از سر بگیرد. بسیار خوب، در ابیات بعدی هم مولوی فی الجمله به این معنا اشاره می کند که سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق الاخ. ولی یک نکته دیگر در اینجا هست، بلکه نکته های بسیار دیگری. اولا اینکه مولوی نماد نی رو انتخاب کرده است به دلالت پاره از ابیات دیگر مولانا در مثنوی و در دیوان شمس. نی همون نی است، یعنی نیستی، یعنی نبودن، یعنی نو، یعنی نفیه. لذا وقتی که شما موجودات عالم رو و آدمیان رو و عارفان رو و شخص مولانا رو نی می شمارید، با همین نی گفتن شما حکم به نفی آنها می دهید، حکم به نیستی، حکم به فنا می دهید. لذا این نی که حکایت می کند یا شکایت می کند، در حقیقت چیزی نیست که حکایت کند یا شکایت کند. این صداها از عدم برمی خیزد، نه از وجود، چون این نی ادعای وجود ندارد. خب نی چگونه شکایت یا حکایت می کند؟ اینی که نیست و نماد نیستی است، به دلیل اینکه در او می دمند. اگر در او نمی دمیدند حرفی نداشت، آوا و صدایی نداشت. تمام اونچه که از نی بر می خیزد از نی بر نمی خیزد، در نی می ریزند و اونگاه از سوی دیگر او بر می خیزد. از اینجا هاست که این نماد، این سمبول معانی خیلی عمیق‌تری پیدا می‌کنه. نی از خودش صدایی نداره، نی به ذات خاموشه، هیچی از خود نداره، اما همین که بر لب یک نوازنده و دمنده قرار می‌گیرد، اونگاه هست که جان می‌گیرد، اونگاه هست که صدا از او برمی‌خیزد. این دمیدن شبیه همون دمیدنی است که خداوند در آدمیان کرده است. در قرآن داریم، در کتاب‌های مقدس، که ما حامل نفخه خداوندیم، همون که ابتدا گفت و نفخنا فیه من روحه، ما دمیدیم در آدمی. البته وقتی که نوبت به خداوند میرسد و نسبتی که با آدمی دارد، دمیدن او خب شبیه دمیدن ما که نیست، اما یک چیزی است که تعبیر دمیدن از او شده است. یعنی گویی ما همون نیهای خالی هستیم، بی جان، خاموش، بی صدا، و وقتی که او میدمد در ما، یعنی خدا به منزله نوازنده، به منزله دمنده و نفاخ میدمد، اونگاه هست که ما برمیخیزیم، چالاک میشویم. سور اسرافیل هم که شما شنیده اید که یک شیپوری است، یه نیست که میدمند و مرده ها زنده میشوند، اونم یه چیزی از همین قبیل است. یعنی واقعا شیپوری نیست که بگیم اسرافیل یا کسی به دهانش میگذارد و میدمد. مفهوم نفخه کلن تو ادبیات دینی و در قرآن بسیار مفهوم فربهی است، دمیدن. اینکه پاره ای از عرفا میگفتن این جهان نفس الرحمن است، این جهان اصلا نفس خداوند است، خدا یک نفس کشیده، یک نفس دمیده و این جهان پدید آمده است و میتواند با یک نفس دیگه که عبارت باشه از بازدم همه رو پس بگیرد، که اون عبارت است از مرگ همه جهان، اندکاک، فنای همه عالمیان، و دوباره اسرافیل بدمد و دوباره اون جان رو به مردگان بازگرداند. این که مولوی میگه این که اسرافیل حقند اولیا، مرده رازیشان نماد است، و نما همین رو میگه. عارفان هم همین طور جان میبخشند به مردگان، به دلهای مرده وقتی که میدمند، اسرافیلوار نفحه اونها، نفس اونها حیات بخش است. لذا وقتی که شما این نی رو میشنوید از زبان مولوی و این رو در یک گستره از ادبیات دینی و عرفانی میگذارید، فقط به شما مفهوم فراق رو منتقل نمی کند، یه مجموعه منظومه از
مفاهیم خیشاوند و هم خانواده و پیوسته به هم رو تداعی می کند، به میدان می آورد. مفهوم دمیدن خداوند در گل و ساختن آدمیان زنده، مفهوم دمیدن نینواز در نی، و از همه مهمتر اینکه بدون اون دمیدن هیچ صدایی بانگی از هیچ نیی بر نمی خیزد. نیها در مردگی خاموش و در خاموشی مرگوارند تا اون دمنده از راه برسد و بدمد. اما از این بالاتر یک نکته دیگر هم در اینجا هست و اون بی صورتی اون نفخ است، اون نسیم است، اون دم است که در نی دمیده می شود. اینجاست که دیگه مولوی در جای دیگر، نه در ابتدای مثنوی، به صراحت تمام می گوید دم که مرد نایی اندر نایی کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. دوباره می خونم، این بیت خیلی فوق العاده است. دم که مرد نایی اندر نایی کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. یک دمنده بسیار نیرومند رو در نظر بگیرید با نفس قوی، بعد یک نی نازک به او بدید، یک نی باریک و بیجون. همه اون دم، همه اون توان و نیروی این دمنده که به نی منتقل نمیشه، این نی اونو باریک میکنه، اونو اندک میکنه، اونو ضعیف میکنه. لذا از اون سوی نی وقتی که صدایی و آوایی بیرون میاد، اون در خور نای است، به اندازه اوست، نه به اندازه نفس اون دمنده. و این دقیقا حرف مولاناست که میگوید که نیروی خدا، قدرت خداوندی که در این جهان متجلی شده است، به اندازه ماست نه به اندازه خود او، به رنگ ماست نه به رنگ خود او، به شکل ماست نه به شکل خود او. در این نی او دمیده است البته، اما این نی دم او رو مشروط کرده است، محدود کرده است به اقدار، به اندازه های خودش. طبیعت چنان ظرف تنگی است که نمیگذارد خدا تماما در او حاضر شود، اجازه نمیدهد، و این به اصطلاح نازلترین مرتبه وجود است. به همین سبب وقتی که شما مثنوی رو باز میکنید، از همون بیت اول که آغاز میکنید، یک آبشاری از این مفاهیم بر سر و روی شما میریزد، میبارد، از اینکه خدایی هست، دمندهی هست، نی محدود کنندهی هست، نی خاموشی هست، بیرنگی و بیشکلی نی هست که نی به او شکل میدهد و نیهای مختلف شکلهای مختلف میگیرند، و بعد هم که نماد خداوند است و کاری که در این عالم کرده است، نماد عارفان است و کاری که با دلهای مردگان میکنند و امثال اینها. تمام اینها در حقیقت در همون بیت و دو بیت نخستین نشسته است و مولوی به فصاحت تمام اونها رو بیان کرده.